سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. لطفا کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین، کامنت انگلیسی فینگلیش فراموش نشه و اینکه حتما حتما به دوستاتون هم معرفی کنین. امروز میخوام یه چیز خیلی عجیب و ساده ولی در عین سادگی پیچیده بهتون بگم. من بارها توی اینستاگرام ازم پرسیدن که داداش، یعنی من، شما که یه تایمی تو مثلا یه رابطه طولانی بودی و اینا، بعدش اومدی بیرون، چجوری مووان کردی؟ حالا من امروز میخوام داستان مووان کردن خودم رو تعریف کنم که من چیکار کردم مووان کردم که حالم خوب شد و اینا، به خصوص من که همیشه مثلا احساس وابستگی خیلی زیاد داشتم و اینا. یه سری چیزا هست که به نظرم نه تو مدرسه به همون یاد دادن، نه تو دانشگاه به همون یاد دادن، نه خانواده هامون، به خصوص خانواده های ایرانی. حالا این چیزا چیه؟ اولین مسئله که خیلی واسه من مهم بود، آها، همینجا بگم این چیزا که من میگم اصلا پایه علمی تحقیقی هیچی نداره، همش شخصیه، همش در مورد این بوده که من چیکار کردم و من تو این یک سالی که از مثلا از اون دقیقاً اون روزی که جدا شدم، خب یه تراپیستی داشتم و اون به هم کمک کرد و هیچ چیزی اینجا میگم چیز 100% نیست، چیزی نیست که برای همه باشه. ممکنه برای من جواب بده، برای شما جواب نده، ممکنه برای 10 نفر دیگه جواب بده ولی برای 50 نفر دیگه جواب نده. پس از الان هر گونه چیز نامربوط رو تکذیب میکنم که نه تو داری چرت میگی یا نه تو 100% درست میگی، نه اصلا اینجوری نیست، اینا رو تکذیب میکنم. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه، من دقیقا یادمه تایم که بریکاپ کردم خیلی حالم بد بود. میتونم بگم که روزی شاید 10-12 ساعت گریه میکردم، گریه زیاد. و خب از یه طرف هم مهاجرت بود و بعدم یه رابطه لانگ دیستنسی بود که خیلی دوست داشتم و این چرت و پرت ها. سخت‌ترین قسمتش این بود که از طرف اون آدم خیلی ریجکت میشدم، نمیخوام 100% من تو رو نمیخوام و تمام مغزم این واسه منی بود که اون آدمه اونجوری کرد. یکی از خودش میاد بیرون، آدمی که خودش از رابطه میاد بیرون اینه قبلا بهش فکر کرده، خیلی براش راحت تره تا کسی که باهاش برکاپ میکنن. من اون کسی بودم که باهام برکاپ کردم. یه بارم این اتفاق پیش اومده، خدا رو شکر اینجوری شد، حالا بعدم به تو میگم چرا. بعد که مثلا من همش تو ذهنم بود که مگه من چه مشکلی داشتم، مگه من چیکار کردم. حالا اینکه چقدر آدم فکر میکنه، چقدر خودخوری میکنه، چقدر آدم گریه میکنه، چقدر براش ساله عجیب غریب پیش میاد و اینا همه بماند، مهمترین کاری که تو این مدت آدم میکنه چیه؟ اول از اینکه اصلا نباید جلوی ناراحتیتون رو بگیرین، یعنی اصلا نباید ناراحتیتون رو سرکوب کنین. آی من یه هفته از جدا شدم حالم خیلی بده، چیکار کنم حالا خوب شه؟ اصلا نباید به این فکر کنین که یه هفته بعد از جدا شدن حالتون خوب باشه. حداقل البته حداقل و حداکثری وجود نداره، بر هر کس یه تایمی داره. برای من شاید فکر کنم 3-4 ماه طول کشید قشنگ. من یعنی باید برای اون رابطه‌ای که تموم شده، حالا چه خودت اومدی بیرون چه یکی دیگه از رابطت رفته بیرون، باید عزاداری کنی، قشنگ گریه کنی، انگار دور از جون یکی از عزیزای آدم مرده، باید قشنگ گریه کنی. ممکنه سخت‌ترین پارتش این بشه که دور و بریاتون، مثلا اگه مامان باباتون در جریان نباشن، خانوادهتون، دوستاتون، هر کسی هی بپرسه چته، ولی اصلا رها کنین، فقط گریه کنین. اگه گریه میکنین، اگه لازمه داد بزنین، اگه لازمه زیاد راه برین، هر کاری که لازمه. مثلا من بعد از اینکه خیلی ناراحت بودم، مثلا همون 3-4 ماه و اینا، البته اولش 1-2 ماه که اصلا اینجوری رو تخت تاق باز میخوابیدم، گریه میکردم اینجوری، مامانم فقط میگفت چی شده و من نمیتونستم بهش توضیح بدم که چی شده دقیقا و خیلی حالم هم بد بود، گریه میکردم ولی فکر کنم انگار فهمید یا درک کرد یا حس کرد، نمیدونم، ولی رها کرد و من خیلی حالم بد بود و یه کارهای دیوانه کننده ای هم کردم که وقتی الان که مثلا داشتم قبل از اینکه ویدیو میگرفتم، چون میخواستم این ویدیو رو بگم، بهش فکر میکنم اینجوری بودم که شرم بر من بود، ولی خوب شد یه بار این اتفاق بیفته آدم یاد میگیره. اون 2 ماه وحشتناک عذاب آور که هر یک ثانیهش به اندازه یک روز واقعا برام گذشت تموم شد و من خشمگین بودم، قشنگ اینجوری بودم که در حینی که مثلا احساس دلتنگی و ناراحتی داشتم از اون آدم متنفر بودم،
فلان فلان شده، پیش خودش چی فکر کرده که از من جدا شده؟ احمق، اصلا کی از من بهتر؟ حالا دیگه اینجوری شده بود. تا اینکه گذشت و من دقیقا 2 ماه بعد شروع کردم به یوگا کردن، مدیتیت کردن زیاد، و بعد از مدیتیت هم، یعنی قبل از اون، من با یه تراپیست شروع کردم صحبت کردم. تمام مدت چیزی که برای من با تراپیستم پیش اومد، اول که خیلی خانم خوبی بود و معرفی هم نمی کنم، اینو از الان بهتون بگم، دکترمو به هیچ کس معرفی نمی کنم، خیلی خانم خوبی بود. تمام مدت من با گریه حرف میزدم، اون به همه حرفای من گوش میداد، هیچ وقت من هیچ راهکاری نداد، فقط میگفت باید اجازه بدی زمان بگذره. ولی در حینی که داری میذاری زمان بگذره، بشین به خودت بگو چرا من انقدر از رفتن این آدم ناراحتم. بشین خودتو هی مثلا در درون خودت کنکاش کن، گریتو بکن، ولی در عین حال کاراتو بکن، هر کاری که فکر میکنی آرومت میکنه انجام بده. من ورزش بود. بعد من خب شنیده بودم که یوگا و مدیتیت و اینا خیلی حال آدمو بهتر میکنه. شروع کردم یوگا کردن. خب من قبلش هم یوگا کار میکردم خودم با خودم، ولی شروع کردم به یوگایی که روی مغزم بیشتر تمرکز کنم. یعنی میرفتم پیش معلمم، میشستم یک ساعت و نیم، نیم ساعت مثلا چه میدونم نفس عمیق میکشیدم، با هم حرف میزد، میگفت من از خورشید میخوام، من از زمین میخوام، من از آسمون میخوام، من از آب میخوام، من از این میخوام، من از اون میخوام، همه انرژی های خوبشون رو به تو بدن. همه این کار رو به من کمک کرد. یکی میگه تلقینه، ولی به نظر من انرژی واقعیه، و من از ته دلم میخواستم که اون آدم رو فراموش کنم، چون حس کرده بودم که آدمی که انقدر راحت میتونه از من بگذره و یه همچین ضربه ای رو به من وارد کنه و به من فکر نکنه، پس دیگه من نباید بهش فکر کنم. من از ته دلم میخواستم، و مهمترین مسئله به نظرم همینه، اینه که آدم بخواد، یعنی خواستن از هر چیزی مهمتر. بخواید که کیو فراموش کنیم، ولی چیزی نیست که 100% پاک شه، چون تو با اون آدم خاطره داشتی، رابطه داشتی، نمیدونم یه سری کارا انجام دادی، نمیدونم بدنت مثلا تاچ برات پیش اومده، اون آدمه تو رو تاچ کرده، تو اون آدمه رو تاچ کرده، اینا همه تو ناخودآگاهت میمونه. و من به سختی خیلی زیاد یوگا میکردم، گریه میکردم، با تراپیستم هفته یه جب که هفته دو بار صحبت میکردم، انقدر حالم بد بود، و اون در تمام این مدت فقط از من سوال میپرسید، اون سوال میپرسید و من جواب میدادم، و من با جواب دادن به اون سوالا کم کم فهمیدم که من اصلا یه خلایی در درونم داشتم، واسه همین وابسته اون آدمه بودم. و پیش خودم میگفتم که خب اوکی، حالا من باید این خلا رو حل کنم. و کم 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 کم، شاید این کم کم که میگم مثلا از 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه که گذشت، اینجوری بود که دیگه تمرکز من رو اون آدمه نبود، تمرکز من رو خودم بود. من اینجوری بودم که من یعنی چه مشکلی داشتم که انقدر از رفتن اون ناراحت شدم؟ مگه ما نمیدونیم هر کی میاد باید بره؟ مگه ما نمیدونیم هر کس که میاد اصلا ممکنه بره؟ حالا بایدم نره، ممکنه بره، پدر مادرمون یه روزی میمیرن، خواهر برادرمون ممکن از دست بدیم، هر اتفاقی ممکنه برمون بیفته. و اینو من فهمیدم که خب من اینو یاد نگرفتم. تو خانواده‌ام خیلی چیزا به من یاد دادن، اینو به من یاد ندادن. همیشه به من از عشق و وابستگی و تعلق خاطر و اینا گفتن، و من اصلا حواسم نبود که آدم ممکنه یکیو از دست بده. و گذشت 6 ماه 7 ماه، و من اینجوری بودم که حالا من بر رو خودم کار کنم. و کم کم رسیدم به مرحله خودشناسی که خودم رو شناختم، که بعدا همون اشتباهایی رو که با اون آدمه کردم که از رفتنش ناراحت شدم، آدم بعدی که وارد زندگیم شد و اگه اونم تصمیم گرفت بره، یا اگه من تصمیم گرفتم ازش جدا شم، به همین اندازه ناراحت نشم. نسبت به قبل یکم سنگدل‌تر شدم اگه بخوام راستش رو بگم، ولی به نظرم این منطقی تره. عشق در چارچوب منطق خیلی قشنگ تره تا که عشق خرکی. دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، خاک تو سرت، میخوام دوستت نداشته باشم. حالا واسه همین من خودم رو شناختم و خیلی به خودم فرصت دادم، خیلی خودم رو سرگرم کردم. همش درگیر کار بودم، دلم میخواست پول بیشتری درارم، دلم میخواست بیشتر ورزش کنم. اصلا همین شد که انقدر ورزش کردم، ورزشم قشنگ چند برابر همه سالهای قبل زندگیم بود. قشنگ هفته 5 بار ورزش میکردم، بعد یوگا میکردم، قدرت بدنیم رفت بالا، مغزم آرومتر شد. تو اون مدت یه سری کارهای اشتباه کردم، یکیش یه اعتیاد موقت بود. بعد به خودم گفتم تو آدمی هستی که حتی تو زندگیت مشروبم لب نزدی چون دوست نداشتی، سیگار نکشیدی چون دوست نداشتی، خیلی کارا نکردی چون دوست نداشتی، چون به خودت اهمیت ندی. چرا به خاطر یه
اصلا یه آدم اشتباه که حالا به هر دلیلی اصلا مهم نیست رفته یه همچین حماقتی داری میکنی و یه اعتیادی رو بر خود به وجود آوردی. واسه همین رفته رفته اون اعتیاد هم که برام به وجود اومد اونم گذاشتم کنار، شروع کردم با آدم ها آشنا شدن دوباره، دوستای جدید، به خودم قول دادم تا وقتی که لازمه بر نگردم ایران که بتونم اینجا به خودم یه سر و سامون بزرگی بدم، یعنی با تغییر خیلی خوب برگردم پیش خانوادم و میزان گریه کردنم خیلی کم شد. گریه میکنم، نه که اصلا نکنم، ولی میزانش خیلی کم شد. قبلا خیلی گریه میکردم، بعد سعی کردم تا جایی که میتونم اوورتینکینگم و فکر زیادم رو کنترل کنم. واسه فکر نکردن زیاد تنها کاری که میشه کرد اینه که یه سری سرگرمی ها به وجود میاد، بشینی تو خونه، بشینی رو تخت، همش موبایل دستت باشه و اینا، اون به وجود میاد. ولی اگه کار کنی، اگه ذهنت درگیر پول دروردن باشه، اگه درگیر پیشرفت باشی، اگه یه هدف گذاری بر خود بکنی، نمیدونم، به فکر کار آیندت باشی، به فکر یه سری برنامه ها باشی، به فکر پیشرفت باشی در راستای چیزی که میخوای، به نظرم خیلی راحت تر میتونی مووان کنی. ولی مهمترین قسمتش اون چند ماه عزاداری است و بدترین و اشتباه ترین کاری که میتونه یادم بکنه اینه که اون تایمو با یکی دیگه پر کنه. یعنی حالت بده، از اون آدم جدا شدی، چون آدم بعدی که تو اون تایم عزاداری انتخاب میکنی به تب خیلی بدتره. و چیزی که من توی این مدت از روانشناسم یاد گرفتم این بود که من متوجه شدم همه آدمای قبلی یه چیز مشابه داشتن، یه شخصیت مشابهی تو همشون بوده و این یعنی من یه مشکلی داشتم که همش اون مدل آدم انتخاب میکردم. ولی آدم بعد از اونا، اون قبلی هایی که انتخاب کردم، قشنگ 361 درجه فرق داره و هیچ چیز مشترکی با آدم های قبلی نداره. میتونم به جرئت بگم آدمی که باش دیت میکنم حالا توی این مدت که باش آشنا شدم و اینا، خیلی آدم خوبیه. حالا ممکنه این ویدیو رو ببینه، حالا پررو نشد، ولی اینجوریه که خیلی آدم خوبیه و من قشنگ اینجوریم که انتخاب این آدم، یعنی باهاش کانکت شدن، با اینکه خیلی مقاومت کردم که اصلا باهاش دیت کنم، خیلی مقاومت میکردم، اصلا نمیخواستم، مقاومت میکردم، آشنا شدن با این آدم و شناختنش و اینا، همه به نظر من یه لول اپی بود توی زندگیم و به من ثابت کرد که تو بزرگ شدی و اون آدم اشتباهه که رفت، که خیلی هم خوب شد رفت و من همیشه ازش ممنونم چون باعث شد من بزرگ شم. خودش شاید نفهمه هیچ وقت، هیچ وقت نمیفهمه، ولی باعث شد که من یه رشد خیلی بزرگی بکنم و دردی که از رفتن اون آدم کشیدم میتونم بگم یکی از سخت‌ترین دردایی بود که کشیدم. نمیتونم بگم امیدوارم، ولی امیدوارم حالا غم از دست دادن پدر مادرم رو نچشم، چون خیلی میگن غم بزرگیه. ولی این اتفاقی که برام افتاد از اون غم کمتر نبود و وقتی من با مشاورم حرف میزدم میگفت اصلا چیز کمی نیست و اصلا به حرف دوستات آی مثلا یه تایمش لانگ دیستنس بوده، آی این بوده، آی مگه برات اصلا ربطی نداره. تو وقتی یه رابطه احساسی با یکی داری، باش رابطه فیزیکی داری، به خاطرش یه سری کارا میکنی و یه سری حرفا بینتون رد و بدل میشه و این تو طولانی مدت، تو چهار سال ادامه داره، اصلا چیز عمیقیه، یعنی اصلا چیز کوچیکی نیست، تو وجود تو ریشه مثلا زخیمی داره اینجوری. پس چرت و پرتای بقیه رو بریزین دور، آی فلان بیسار اینا، ولی خیلی مهمه که مووان کنین و اجازه بدین که همه چی بگذره، هم درده، هم غمه، هم ناراحتیه، بسته به شخصیتتون داره. مال من اینجوری بود، شاید مال یکی دیگه برش مهم نباشه و سریع هم مووان کنه، ولی مال من اینجوری بود و من خیلی درد زیادی کشیدم ولی خوب شد. عدو شود سبب خیر. و اینجوری بودم که وقتی سالگرد جدایی پیش اومد مهمونی گرفتم، یکی از مهمونی هایی که تو خونم بود دقیقاً شبی بود که اون آدمه سال گذشته با من برکاب کرد و من مهمونی گرفتم و وقتی داشتم مهمونی رو می‌دیدم گفتم این مهمونی به مناسبت خودم، تو دل خودم و همه هم نمی‌دونم، فقط بست فرندم می‌دونم، این مهمونی به مناسبت رشد، تغییر بزرگ، کنترل احساسات، بیرون رفتن یه آدم اشتباه که اصلا مناسب من نبود و خیلی چیزایی که تو این یه سال اتفاق افتاده.
من به خودم تبریک گفتم، جشن گرفتم، رقصیدم، غذای خوشمزه، لباس خوب، میکاپ، مو، قشنگ همه چی. و همش هم تو ذهنم بود که سالگرد جداییمو دارم جشن میگیرم. اون شب داشتم میمردم، ضربان قلبم به صد، نفسم گرفته بود، اشک زیاد، قشنگ اینجوری بودم که وا نمیتونم زنده بمونم. الان که بهش میگم دلم بر خودم میسوزه، خیلی درد کشیدم، احساساتی شدم. ولی اینجوری بودم که الان که اینجا هم واقعا حتی اون شب سالگرد خیلی خوشحال بودم. حتی بعدش هم به اون آدمه مسیج دادم و یک بار ازش تشکر کردم، گفتم مرسی که رفتی، واقعا تو با رفتنت یه لطفی به من کردی که میتونم بگم به جرأت بعد از بابام بهترین خوبی که یکی به من تونست بکنه تو بودی. چون من بزرگ شدم، یعنی شاید راهی رو که بعد تو 5 سال میرفتم و از یه شب و بعدم 1 سال شروع شد که رفتم و قشنگ الان از خودم رضایت کامل دارم. قشنگ یه رابطه خوب، یه آدم خوب در کنار خودم میبینم که قشنگ باهاش آینده خوب میبینم. بعد دوستای خوب، کار مثلا اوکی که حالا منجر به اقامتم و خیلی مسائل دیگه میشه. همه چی قشنگ نکس لول، الان قشنگ لول اپ شدم از سال گذشته که این اتفاق برام افتاد. ولی کافیه به قول اصخایی میکنم اینو به فال نیک بگیرین. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بهتون بگم، من توی اون مدتی که باز برکاپ کرده بودم پکیج فکر کنم درد جدایی یا یه همچین چیزی، اسم پکیج یادم نیست، از سود هروی اونو گوش دادم. اون پولیه، میتونین بخرین آنلاین، به این گوگل سرچ کنین. پادکست روزی 3 بار گوش میدادم، ورزش میکردم زیاد، ورزش زیاد. بعد اصلا دیت نکردم تو اون مدت، یعنی اصلا هیچ پسری نزدیکم نبود، حتی دوستای معمولیم هم کم میدیدم. تا جایی که میتونستم گریه میکردم و بعدم که مشاور و خودشناسی و آب بخور، غذا بخور، مشروب نخور، نمیدونم، هیچ کدوم این کارا نکن دیگه، خودتو بیشتر بشناس. قشنگ هر کی بره میشه یه اکسپریانس. ما فکر میکنیم مثل زمانهای قدیم که خانواده ها میگفتن با لباس عروس باید بری، با کفن بیا بیرون. اصلا اینا چرت و پرته. شما نیاز دارین که اکسپریانس کسب کنین. شما واسه اینکه خودتون رو بهتر بشناسین باید با آدمای مختلفی در ارتباط باشین. واسه من اینطوری بود، شاید واسه شما نباشه ولی واسه من اینطوری بود و من خیلی خوشحالم. این کل داستان کوتاه شده ای از مووان کردن من بود. امیدوارم که کمکتون بکنه. اگه واقعا الان که در این لحظه دارین اینو گوش میدین حالتون خیلی بده، بدونین که روزای خوب میاد، حالتون هم خوب میشه، بعدم مثل من اینجوری میشینین یه جا و به راحتی راجبه یه رابطه تموم شده یه اشتباه حرف میزنین. نصیحت نمیکنین ولی نظرتون و تجربتون رو با آدما شیر میکنین. و حتی اگه یه روزی هم یکی بیاد بشین جلتون گریه کنه، با صبوری کامل به حرفش گوش میدین. همین دیگه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. ببخشید که خیلی حرف زدم، طولانی شد. مراقب خودتون باشین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، به دوستاتون هم معرفی کنین. اگه فکر کنین این ویدیو به درد کسی میخوره تو این لحظه، حالش بده، حتما براش بفرستین. دریغ نکنین، چون خیلی ها بلد نیستن، چون به ما یاد ندادن. ولی خب من خودم یاد گرفتم، من رفتم دنبالش، هزینه کردم، کلی پول دکتر، کلی پول معلم یوگایی که فقط رو بادی من کار نکرد، روی مغز منم کار کرد. و پکیجایی که گفتم، پکیجای سود هروینا، همه و همه، و یاد گرفتم. شما برین دنبالش یاد بگیرین، مواظب جسم و روح و روانتون با هم باشین. Much.